انرژی میگیریم، البته از مردم بیشتر انرژی میگیریم، ولی خب شما که اونجا هستین مطمئنن برای ما یه روحیه مضاعفیه. من فکر کنم صحبت کردن راجع به مسائل دیگه که برای ما مهمه دیگه تکراری شده باشه و همه میدونن که ثابت شده بهشون که برای ما دلخوشی مردم لحظه شمایی برای بازی توی اینجا جمعیت که اینجا میان اتفاقاتی که توی کشور میفته توی شهرهای مختلف میفته برای ما خیلی ارزشمند. فکر کنم برای همه ثابت شده که ما فقط و فقط در دنبال این قضیه هستیم. ولی فکر کنم که پارسال آقای ابوترابی اینجا بودن، ما نزدیک 9 ماهی که ندیدیم ایشون رو و فکر کنم دیدارمون فقط میفته برای بعد بردای لیگ جهانی. الان مطمئنم شما تشریف ببرین دوباره لیگ جهانی سال دیگه شما رو خواهیم دید. خیلی دوست داشتم امروز به جای بیان کردن مشکلات اقتصادی دولت بیان کردن دغدغه‌های دولت، خیلی دوست داشتم که حتی به دروغ هم که شده شما این قول رو به ما دادین که از این تیم حمایت بشه. بچه‌ها این تیم اومده بودن که مجسمه شما از طلا ساخت. خود خیلی خوشحالم که تو این دست دارم کار میکنم، افتخار میکنم تو مجموعه داورزنی کار میکنم، افتخار میکنم که آقای خوشخبر کنار تیم ما هست. واقعا اگه این تو این مجموعه یه روزی از هم جدا بشه مطمئن باشین که دلشون برای هم بی‌تنگ خواهد شد. بیش از حد وابسته هم دیگه هستیم، ولی احساس میکنم که شما از ما جدا شدید. نمیدونم تا چه حد این ادامه خواهد داشت. این که متاسفانه همش در حد هر این که در دستور کار هست، این که دولت قرار حمایت بکنه، این که ماده فلان اینو گفته، ما هم اینا رو میدونیم، مشکلات اقتصادی دولت هم میدونیم، ولی از مشکلات اقتصادی دولت بیشتر مشکلات اقتصادی خودمون رو میدونیم. تا الان که خم برگو نیاوردیم، بازم میگم با اینکه مطمئنم شما الان تشریف ببرید دوباره تبلیغ جهانی سال شما نخواهیم دید. هر اتفاقی برای این بچه ها بیفته من مطمئنم کم شاید اگه من خودم جای آقای گودرزی بودم یه کاری میکردم برای این بچه ها که تاریخی بشه، چون این بچه ها کاری کردن که در ورزش ایران برای رشته‌های دیگه مثال شدن. میگم حرفا تکراریه، حرفایی که پارسال با ابوترابی زدیم، حرفایی که با چندین و چند بار با گودرزی زدیم و برام خیلی عجیبه که آیه داورزنی که اصلا تو این مسائل نیست باز استرس بچه‌ها داره و میاد تو جمع این مسائل رو عنوان میکنه که تو الان فکر نکنم آیه داورزنی از این حرف زده باشه. ولی خب واقعا به نظر خودم دیگه نیازه که بیشتر از اینا این قضیه جدی گرفته بشه. دستور کار هست و نمیدونم که هیئت دولت قراره کمک بکنه، اینا همش کارهای اداریه که من فکر کنم که ماها نه تو جهنش هستیم مثلا میدیم که چه اتفاقاتی میفته. در صورت امیدوارم اونجور که شما گفتین دیدارمون نیفته برای سال بعد برای برد لیگ جهانی. حتی اول یه میگم یه جوری به دروغ هم که شده ما رو امیدوار نگردیم. دست شما داره. این دولت بلد نیست دروغ بگه، راستش رو میگه به شما. شما یه کار تاریخی کنید، منم قول میدم ما یه کار تاریخی. دست شما داره.